درود بر شما. 15 مرداد ماه 1400 خورشیدی و 6 اوت 2021 میلادی. امشب صفحه آخر اختصاص دارد به آسیب شناسی اعتراضات سراسری در ایران. توضیح میدم که حالا این آسیب شناسی منظور چیه. بذاریم بریم تو برنامه. قبلش البته مختصری به کرونا میپردازیم و کشتاری که داره از مردم میشه و مثل همیشه در آخر برنامه هم پرده آخر. 30 تیر ماه 1400 رئیس سازمان نظام پزشکی ایران ظفرقندی اعلام کرد که آمار فوتی کرونا در ایران از اتحادیه اروپا با 450 میلیون نفر جمعیت پیشی گرفت. از هر راه ممکن و بدون هیچ گونه محدودیتی ایشون فرمودن که برای نجات جان مردم واکسن تهیه شود. سامانه 60-70 میگوید در کل تهران یک تخت خالی پیدا نمی شود. 29 تیر 1400 رسانه های ایران گزارش دادند برای اولین بار از ابتدای شیوع کرونا در ایران در شبانه روز گذشته حدود 27500 بیمار مبتلا به کرونا در کشور شناسایی شدند. پیش از این بیشترین بیمار کرونایی در کشور حدود 25500 نفر در 25 فروردین امسال به ثبت رسیده بود و این رکوردی است در کشتن مردم. 2000 نفر بیش از رکورد قبلی. در شرایطی که خیلی از کشورها دیگه آمار مرگ و میرشون یا به صفر رسیده یا بسیار بسیار آمده پایین. در قبال این مرگ هزار هزار مردم ایران، این نمکی وزیر بهداشت همین 29 تیر که این آمارا صحبتش هست میگه نامه های سر تا پا تقاضای کمک از وزیر بهداشت کشورهای دیگر دریافت کردم. میگن چه کردین شما در مدیریت کرونا؟ به ما یاد بدین. من دیروز نامه دریافت کردم از یک وزیر بهداشت یک کشوری که در گرداب کروناست. اسم نمیبرم مبادا که خدای نکرده باعث اساءه ادب به مجموعه ملی یک مملکت بشه. نامه سرتاپا تقاضای کمک بود از ایران تحریم زده در دو زمینه. یک این که بگویید چه کردید که با گستردگی این اقلیم و با همه حصر اقتصادی و سیاسی این گونه کرونا رو مدیریت کردید، و دوم این که از اون چه که شما در کشور دارید میسازید مثل ونتیلاتور و دارو و بقیه به ما کمک کنید. کمتر از دو هفته بعد از این حرفای نمکی، رئیس بخش عفونی بیمارستان مسیح دانشوری میگوید شمار کشته های کرونا روزانه به 800 نفر رسیده. 11 مرداد 1400. متاسفانه یکی از بدترین روزها دیروز بود در از اول کرونا تا الان. حدود 37000 نفر کیس مثبت، 5000 نفر بستری در یک روز. خیلی 5000 نفر بستری و متاسفانه 416 نفر از هموطنانمون از دست دادیم، که البته خب این عدد شما اگر اصلاح شده بخوای بکنی عدد حدود مثلا 700-800 نفر میشه. درسته و شاید هم بیشتر. میگن تا 1500 نفر، نمیدونم این آماری که چه بگه آدم. پیشوا میاد حضرت آیت الله خامنه ای تشریف میارن ورود واکسن های آمریکایی و انگلیسی رو جلو چشه مردم جهان. واکسن هایی که مورد تایید سازمان جهانی بهداشت ممنوع میکنن ایشون ورودشو به ایران، و رسما با زبان خودشان میشن قاتل رسمی تمام، یعنی اولین قاتل رسمی تمام کسایی که بعدا لااقل بخش زیادی از کسایی که الان دارن از کرونا میمیرن. بعد همزمان کسایی هستن دور و برش که یه داروهای دیگری رو تجویز میکنن که یکی از مقبولانشون سید محمد موسوی بود که خودش از کرونا مرد. میوردن سیماشون تا بگه با جوشونده درمان قطعی میشه کرونا. چه چیزی بهتر و معجزه آورتر از این طب سنتی؟ و تازه امتحان پس داده. بعد شما میگین این نسخه فقط واسه کرونا نیست، واسه هر عامل، یعنی هر بیماری که یه عامل خارجی، یعنی اگر سال دیگه یه چیزی دیگه اومد مثلا بروما بود، مثلا ببین یه اسمی خارجی روش میزنن دیگه، مثلا کووید 21 بود. خب
باز درمان همینه. چرا؟ چون علمای قدیم اومدن گفتن ما نمیدونیم این موجود چیه. درسته. ما کلی با این برخورد میکنیم. بله بله. یعنی یه کاری میکنیم که سیستم بدن ما، سیستم ایمنی بدن ما اینه بشنوزه بهش حمله کنه. شب یه لیوان شو؟ شب روز سه لیوان. روز سه لیوان. سه لیوان. ما یه مریض بدحال خیلی بدحال داشتیم. بله. مرد خودش. سید محمد حسین، سید محمد موسوی از مدعیان طب سنتی که می گفت جوشانده گیاهی برای مداوای کرونا دارد، بر اثر ابتلا به کرونا درگذشت. بعد این خبر رو حکیم رهبر، ببینید چجوری اعلام کرده حکیم رهبر، که حالا میگم، میگه درگذشت عالم فرهیخته طب سنتی ایران جناب سید محمد موسوی را به جامعه طب سنتی ایرانی اسلامی، خانواده محترم، فرزند برومند ایشان، مردم شریف اصفهانی هم بوده بدبختانه، و طرفداران طب سنتی در کشور تسلیت عرض میکنم. این که گفتم بدبختانه نمیدونم چیز نشه، من چون تبارم اصفهانیه میگم بدبختانه دیگه، اینجوریه دیگه. و امیدوارم، من افتخار میکنم و میگم بدبختانه با اون هموطنم، و امیدوارم تلاش و مجاهدت ایشان در حوزه فرهنگ طب سنتی و خدمت و درمانگری پررهرو باشد و خداوند تبارک و تعالی اجری جزیل به این تلاشگر مجاهد عطا فرماید. حسین خیراندیش. حکیم حسین خیراندیش کیه؟ از نزدیکان مورد عنایت ملوکانه. یکی از دیدارهاش با رهبر معظم توضیحش این است: در ادامه روند مسائل طب اسلامی سنتی، استاد خیراندیش در هفته جاری با مقام معظم رهبری دیدار خصوصی داشتند. در این شرفیابی طولانی که اینقدر طول کشیده فلان، ایشان رهبر رو فلان هجامت کردند. بعد حکیم خیراندیش با بیان این که من وقتی حضرت آقا را حجامت می کردم، ایشان می گفتند دعای حجامت را بلند بخوان، من می خواهم مضمونش را بفهمم. به ایشان گفتم آیا می دانید عملی که روی شما انجام می شود درمانش اینجاست؟ ایشان در جواب گفتند چرا به مردم نمی گویید؟ این عملی که روی شما انجام می شود، البته رو پروستاد آقا عمل کرده بودن اینجوری که ما شنیده بودیم، و درمانش اینجاست و نامنظورش چیه. ولی این آقا خوشحال شدن و گفتن که خب چرا به مردم نمی گویید؟ این چرا به مردم نمی گویید؟ من همین امروز دیدم که مجلس شورای اسلامی طرحی را در دستور کار دارد که با تصویب آن سازمان طب اسلامی ایرانی با هدف ترویج سبک زندگی سالم منطبق با آموزه‌های اسلامی فلان 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 و حمایت از حقوق شاغلان حرف طب اسلامی ایرانی تشکیل می شود. همین الان که رسما میگن خودشون که روزی 800 نفر از کرونا میمیرن، همین حکیمشون خیراندیش و بقیه مدعیان طب اسلامی دارن مردم علیه کرونا تجهیز میکنن. برین تو وبسایتش که میرن از اونجا قرار میگیرن ازش که برن ببیننش. نسخه اختصاصی حکیم خیراندیش برای درمان مبتلایان به کرونا: یک، با ترکیبی از اسانس نعنا و روغن بنفشه، نمیدونم جلو و داخل بینی را دائما مرطوب نگه داریم. علاقه اینا به روغن بنفشه و پنبه و اینا من نمیدونم. دو، دوسین، یه واحد سیاه دانه نیم کوب، سه واحد عسل فلان، هر 8 ساعت یه بار. سوپ شلغم، جوشانده نعنا، شیوید، دوده اسفند، هر 8 ساعت. گفتم اینا سرشون خیلی شلوغه و از روی وبسایتشون قرار میدن و میرن همین آتش‌خاله‌ای که عرض کردم میدن دست ملت خرافاتی که خوب بشن. و آمار کرونا در ایران به جای رسیده که طبق گفته خودشون 285 شهر ایران الان در وضعیت قرمز، در وضعیت افزایش آمار مرگ. اینو وزارت بهداشت جمهوری اسلامی اعلام کرده. پزشکام که و کلن اصلا کادر درمان مستأصل از این وضع. یکی از لایه‌های اجتماعی که در این دو هفته گذشته به ویژه تو خیابون فریاد میزد پزشکا بودن. اعتصاب، اعتصاب، اعتصاب.
پزشک بینا نخواب اعتصاب اعتصاب پزشک بینا نخواب اعتصاب اعتصاب عامل وضع موجود مسئولان بی وجود 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 تجمع اعتراضی پزشکا در تهران، شیراز، کرمان، مشهد، کرمانشاه، یاسوج، همدان در اعتراض به وضعیت شغلی و معیشتی از یه طرف و کمبود و بی امکانی درمانی از طرف دیگه. روزی که سید محرومان ابراهیم رئیسی شد رئیس جمهور، رسانه‌های جمهوری اسلامی اعلام کردن 12 میلیون دوز واکسن از روسیه و چین و کره جنوبی وارد شد. الله اعلم. به هر حال همون روز اعلام کردن که همزمان بشه با اومدن این سید محرومان و 1,200,000 دوز هم گفتن کوو برکت به وزارت بهداشت داده شد. در کشور 85 میلیونی که قاعدتا واکسن ها دو دوزیه، یک سال و نیمه توی این مملکت دارن مردم به کرونا کشته میدن به خاطر همون سیاست ایدئولوژیک آقا امام خامنه‌ای. واکسنی نیست و اگه هست در جاهایی هم اینطوری. امروز 10 مرداد 1400 ساعت 12:20 خیابون کمیل این وضع واکسن زدنه. بعد عرضم به حضورت که مردم رو علاف کردن که واکسن بزنن. ببینید صفو ببین تا کجا رفته. از اون ور اینجا پل نوابه دیگه، میره زیر اون پل پله هستش. بدبخت مردم. وقتی حال مریضت خیلی بد میشه و ناگزیر میبریش اورژانس، جا نیست، تخت نیست، پزشک و پرستار نیست، گرفتار دیگرانن همشون. اینه وضع اورژانس بیمارستان امام رضای مشهد که دارین میبینین. تو بعضی بیمارستان ها مثل بیمارستان محلاتی تبریز خبر آمد که پزشکا از و کلی فیلم که پزشکا از ناچاری صندلی گذاشتن به جای تخت به بیمار، همونجوری رو صندلی سرم وصل میکنن. همین چند روز پیش 10 مرداد رضا فیاضی بازیگر سینما و تلویزیون در بهشت صحرا برای خاکسپاری یکی از عزیزاش بود. من الان به ایزهرا بچه برادرم میلاد رو داریم خاک میکنیم. بهشت زهرا فاجعه است، باورتون نمیشه. باید ببینید، باید بیاین ببینید که چه اتفاقی در این مملکت داره میفته. ببینید چقدر مردم دارن کشته میشن، چقدر دارن میمیرن. لحظه ثانیه به ثانیه آدم میاد و در واقع جسد میاد، آدم میشه، کشتار داره میشه در این مملکت. سن اصلا مطرح نیست. ما دیروز کودکی از همکارانمون رو در دل خاک گذاشتیم، جوان 20 ساله 30 ساله 40 ساله. من عاجزانه از شما میخوام، شرایط بهشت زهرا شرایط سخت و غیر قابل تصوری هست. خب در پی آنچه قیام تشنگان نام گرفت و از 23 تیر ماه از شهرهای خوزستان شروع شد، اعتراضهای خیابونی مردم تا همین لحظه هنوز به طور کامل فروکش نکرده و هر روز به دلیل و انگیزه تو چند شهر تجمع و تظاهرات میبینیم. تجمع سپرده‌گزارا، بازنشسته ها، مال باخته های بورس، پزشکا، پرستارا و هر بهانه کافی است تا شعارها سیاسی بشه. 9 مرداد با پیروزی پرسپولیس در قهرمانی لیگ برتر، مردم در بیش از 18 شهر از 12 استان به خیابان آمدند و شعارهای ضد حکومتی سر دادند. همون شب تجمع مردم در محوطه تئاتر شهر تهران که خبرش انقدر پخش شد پیچید که حتما شنیدین دیگه، این حرکت ها همه بعد از فروکش یک حرکت همزمان و سراسری در چند شهر و استان به طور پراکنده و به اصطلاح موقتی است، ایزایی است. تنها حرکت هایی که در این حدود 2 ماه گذشته، حالا به قبلش هم میپردازیم،
ولی همین دو ماه گذشته تداوم داشته، بی‌گسست حرکت کارگرای هفت‌تپه و کارگرای پروژه نفت بوده که حالا بهش خواهم پرداخت. یک گزارش ببینین از همکارانم در رادیو فردا درباره چگونگی روند اعتراضات سراسری در 20 سال 78 تا 98. مبنا در این گزارش که می‌بینین برآمد جنبش دانشجویی در سال 78 و سرکوب خونین اون جنبش و خوابگاه دانشجویی و صحن دانشگاه و اینها تا جنبش میلیونی که سال 88 با رأی من کور راه افتاد و بعد ادامهش تو 10 سال بعد با فاصله های زمانی هرچی پیش آمده کمتر و هدفگیری کل نظام حاکم ادامه پیدا کرد. در واقع ببینین این گزارش رو که چطور فاصله زمانی اعتراض های خیابونی مدام کاهش پیدا میکنه و هم خشم مردم و محتوای شعارها مستقیم تر به سمت هدف معین میره. خیلی آموزنده است. ببینیم. اگر عکس مرا هم آتش زدن پاره کردن باید سکوت کنیم. من جان ناقابلی دارم، جسم ناقصی دارم. موتور کی آقا؟ تا آخر سال هم بساط جمهوری اسلامی رو جمع میکنیم. خب شطور در خواب بیند پنبه دانه. کنارگیری رهبر جمهوری اسلامی و برچیده شدن سیطره ولایت مطلقه فقیه و همه عوامل حکومت اسلامی از کشورم هستم. یه جوونی بوده آمده یه دادی کشیده، یه شعاری داده، حال داده دیگه، حالا دیگه این نباید ما سخته. منم پسر کسی هستم میدونی، اومدم اینجا جونم خطر گذاشتم، مادر را پدر را. آقا شما مگه با مردم نیستی؟ آقا، آقا این نیروی انتظامی. دلم نمیاد خاطر فیلمم که جشنواره پرسنش میداره باشه، به دلیل تسلیتی که به این همه آدم دارم، مردمی که مسافر بودن. در این داستان نمیتونه فقط یک فرد مقصر باشه. خب این شعارهای آخری که شنیدین و ویدیوش دیدین، دو ماه بعد از کشتن
1500 نفر طبق آماری که مجامع بین المللی و عفو بین الملل و اینها اعلان کردن از بچه های مردم در اعتراض های خیابونی آبان 98 بود. یعنی بعد از چون دو ماه بعد از اون کشتار سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراین به دست جمهوری اسلامی ایران اتفاق افتاد و کشته شدن 176 نفر و اون شعارهای اخیر آخری مربوط به این بود. باری فاصله دو اعتراض خیابونی از ده سال 78 تا 88 که در این گزارش از اول دیدین به دو ماه کاهش پیدا میکنه. انگیزه قوی برای تجمع وجود داره، سرنگون شدن هواپیمای مسافربری و دروغ‌های مکرر مسئولان این جنایت. یعنی التهاب زیر پوست شهرها کم نمیشه. تا تیر ماه 99 یعنی 6 ماه بعد مشهد و بهبهان شلوغ میشه و شیراز و چند شهر دیگه، اونتا این بار فوری و گسترده سرکوب میکنن و اینترنت شهرهای درگیر رو قطع میکنن. از تیر 99 که دیدین دو نمونه از تظاهرات رو تا تیر 1400 در این یک سال، به مدت یک سال تظاهرات و تجمع پراکنده لایه‌های گوناگون جامعه بوده، مثل عرض کردم مالباختگان بورس، بازنشسته‌ها، پرستاران، یک حرکت تداوم آشکارتری داشته. اعتراض‌های کارگری بیش از همه در کشت و صنعت هفت تپه و امسال هم کارگرای نفت و پتروشیمی. یکی دو نمونه فقط میارم و بعد ادامه میدیم. 23 روز اعتصاب عمومی و تجمع اعتراضی کارگران هفت تپه، تجمع مقابل فرمانداری و سپس راهپیمایی اعتراضی در خیابان‌های شوش چهارشنبه 13 مرداد. خب این تجمع و تظاهرات تو شهر شوش دیروز پنجشنبه هم ادامه پیدا کرد. خواست کارگرای هفت تپه، آنچه که اعلام میکنن، پرداخت حقوق معوقه، بازگشت به کار همکاران اخراجی، واکسیناسیون کارگرها در برابر کرونا و تعیین تکلیف وضعیت شرکت بعد از اعلام لغو واگذاری به اسد بیگی است. اعتصاب کارگرای پروژه نفت و پتروشیمی که از 1 تیر ماه امسال شروع شد تو بخشای از هر دو استان چهارمحال بختیاری و استان خوزستان همچنان ادامه داره. ادامه ی حرکت در شرایطی که جمهوری اسلامی حکومت هیچ گونه تشکلی رو ممکن نمیذاره و سرکوب میکنه، یک شکل ممکنی از تشکل به کارگرا داده، مجمع عمومی تشکیل میدن، یک تلفیق آزادی از گرد همایی و تشکل، هر کی بخواد میتونه باشه و علنی هم است. تو همین مجامع عمومی هم با حضور همه کارگرا تصمیم گرفته میشه که اصلا چجوری خود حرکت ادامه پیدا کنه. دستندرکاران پتروشیمی و پالایشگاه‌ها و مدیران میانی نیز از تخصص و سختی شرایط کار ما اطلاع کامل دارند. عده‌ای از پیمانکاران و شرکت‌ها و مدیران بالادستی چنین القا کردند که ما همه سال را کار می‌کنیم، در صورتی که با سابقه‌های طولانی در شغل‌های تخصصی و حساس در سال چندین ماه بیکاری را تحمل می‌کنیم و با پرداختی‌هایی با تأخیر چند ماهه شرایط بسیار سخت و نابرابر را برای ما و خانواده‌های ما رقم می‌زنند. دوستان و همکاران گرامی، تا آنجا که شرافت و مردانگی حکم می‌کند پیمان بسته‌ایم تا احیای حق و حقوق خود استوار خواهیم ایستاد. خب یکی از مجامع عمومی کارگرای پروژه‌ای بود در استان چهارمحال و بختیاری. خب جمع‌بندی به گزارش‌های سال 88 تا که نگاه می‌کنیم، همینطور که مدت‌هاست بینندگان برنامه برامون می‌نویسن، همین موضوع رو عرض می‌کنم که تجربه مهم عملی حاصل از 88 به این طرف این است که بدون تشکیلات و رهبری منطبق بر خواست اکثریت مردم، نه هر رهبری که البته خود رهبری نه، خواست اکثریت مردم، اعتراض ها طبیعتاً وقتی تشکیلات و رهبری نباشه در نیمه راه میماند. تو 30 گذشته سال 88 تنها اعتراضات سراسری سیاسی با رهبری واحد بوده.
رهبران شناخته شده بودند و با مردم مستقیم حرف می‌زدند و چون از جنس حکومت بودند امکانش داشتند که با حکومت هم مستقیم و علنی حرف بزنن و مطالباتشون رو مطرح کنن. و البته چون از جنس حکومت بودن جنبش 88 نیمه کاره مون دیگه. منظورم این است که از سال 88 و 89 به این سو آیا مسیری که به سمت تغییر وضع موجود می رود می تواند رهبران این مسیر رو در خودش مخفی نگه داره؟ یا اصلا این حرکت رو رهبری نداره؟ کوره همینجوری. چون وقتی به جنبش کارگری نگاه میکنیم اینو نمیگیم. اینا سوال من دارم طرح میکنم و تا باید بریم خدمت مهمان محترم برنامه. چرا حرکت های کارگری معمولا رهبرشون علنی هن و خواسته و برنامه هاشون مشخصه؟ چون پای رهبر اعتراضات کارگری باید رو زمین باشه، در موقعیت کارخونه یا کارگاهی و شرایط مشابه، خلاصه باید باشه تا بتونه تشکیلات به وجود بیاد و به هر شکلی از تشکیلات و انرژی و مشروعیتشون اون رهبرای کارگری از کارگرای همون کارخونه میگیرن. حرکت کارگری هفت تپه تو این 5 سال گذشته، کارگرای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران عمومی در دهه 80 دو نمونه روشنن از این. خب ما از این دو حرکت مهمتر نداشتیم در 20 سال گذشته. هر دو به کارگرای مؤسسه یا واحد یا کارخونه دایری تکیه داشتن و دارن و به هم... یعنی جنبش کارگرای بیکار برای مثال نبوده که خودش بحث مستقلی است و به همین دلیل است که می توانند تشکیلات داشته باشند و رهبری داشته باشند و هدف واحد و مشخص داشته باشند. این تو اعتراضات خیابونی خب موجود نیست. چه جوری این اعتراضات گاهگاهی که فاصله زمانیشون کمتر و کمتر می شود یک پارچه و با برنامه و هدفمند می شن؟ از رأی من کو ناگهان به مرگ بر جمهوری اسلامی تبدیل شدن نشان بی برنامگی و فقط بروز خشم و احساساتی شدن مردم نیست؟ سوال دیگه در خدمت آقای محسن سازگارا هستیم. آقای سازگارا در دولت محمد علی رجایی معاون سیاسی اجتماعی وزارت کشور بودند و در سال 60 و بعد در دولت میرحسین موسوی معاون وزارت صنایع بودند. سال 63 از کارهای دولتی کلن کناره گرفتند. در دهه 70 روزنامه جامعه رو تأسیس کردند، در واقع اولین روزنامه سراسری حرفه‌ای اصلاح طلبان که توقیف شد. و در دهه 80 آقای سازگارا به اتهام اقدام علیه امنیت کشور افتادن زندان، تا 7 سال محکومیت که براشون بریده بودن و بکشن که با حساب قضای طولانی یک بار 56 روز اگه اشتباه نکنم و یک بار 23 روز سرانجام آزاد شدن برای مداوا و سال هاست که میدونید در خارج از ایرانن و البته سال هاست اصلاح طلب نیستند، برای تغییر ریشه‌ای وضع موجود فعالیت میکنن. خوش آمدید آقای سازگارا به امشب صفحه آخر. من حرفا رو زدم و سوالارم کردم. ببینین حرکت لایه‌های معین اجتماعی مثل بازنشسته ها فرزند، بزنین از اینجا شروع کنیم که مقدار در واقع منطقی پیش بریم، بتونیم سریعتر من بتونم سریعتر جمع‌بندی کنم. مثل بازنشسته ها فرزند یا پزشکان، اینا آیا صنفیست؟ با توجه به اینکه مطالباتشون صنفیه، یعنی اگر خواستشون داده بشود بر میگردن، دست از اعتراض بر میدارن و اون لایه در واقع مطالباتش که داده بشه حتی بخشش مبارزاتش هم فروکش میکنه. خواهش میکنم. ضمن عرض سلام و ارادت خدمت شما آقای فلاحاتی، خدمت همه بینندگان عزیز، یک تصحیح کوچیک در مقدمه ای که از من فرمودید بکنم. من سمت هم در دولت رجایی معاون سیاسی اجتماعی یه وزیر مشاور در امور اجرایی بود و کارم هم با خود آقای رجایی از نزدیک کار میکردم. در نخست وزیری بودم نه در وزارت کشور. اما بیام سراغ سوالات مهمی که به نظر من بنیادی شما مطرح کرد. اولا ببینید این اتفاقی که از جنبش اصلاحات، که تصور در جنبش اصلاحات این بود که رژیم رو میشه اصلاحش کرد، میشه با رشد جامعه مدنی و طی مسیر دموکراتیزیشن جامعه ساختارهای در اون جامعه رو توسعه داد، بعد این وقتی بزرگ بشه پوسته قانون اساسی رو میشکنه، در واقع نظام رو منتقل میکنه به دموکراسی. خب این پروژه شکست خورد. به قول دکتر بشیریه خیلی زود به دیوارهای تنگ قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی برخورد کرد. آقای خامنه‌ای هم عزمش جزم بود که
شکستش بده. آقای خاتمی هم از نظر من اون مرد این میدون خلاصه نبود و ده ها عامل دیگه. البته آثار جنبش اصلاحات موند، یعنی اتفاقی که در مطبوعات افتاد، در تشکیل نهادهای مدنی افتاد که شاید بیش از همه اون نهادهای مدنی به در جنبش سبز خورد و حرکت کرد. ولی اتفاقی که به تدریج افتاد این است که آروم آروم مردم به این نتیجه رسیدن که غیر از حالا فعالین سیاسی که ممکنه به مثل بنده از سال دوم دور اول آقای خاتمی به این نتیجه رسیدن، ولی مهمتر مردمن که حرکت کردن و به این نتیجه رسیدن که دیگه این نظام قابل اصلاح نیست. و به همین دلیل ما در 28 خرداد 1400، یعنی این به اصطلاح انتخابات آخری نظام جمهوری اسلامی، بازنده بزرگ سیاسی در عرصه سیاسی جناح موسوم به اصلاح طلب ها همشون هم اومدن میدون، البته الا آقای مهندس موسوی که نشون داد خیلی خوب میتونه کنار مردم بیسته ولو 10 سال 11 سال در حصر بوده. حتی آقای کروبی اشتباه فاحش کرد و همشون اومدن که آقای مردم مثلا بیاین رای بدین به آقای همتی و اما دیدیم که نتیجهش فاجعه‌شون براشون. در واقع این برایند سیاسی یک چیز مهمی رو نشون میده و اون این است که گروه های مختلف مردم در یه فرایندی قرار گرفتن که از حاشیه رفتن در سیاست اینکه کاری نیستن، اولا فهمیدن که همه اینا بازیه، به همین دلیل هم صاف نقطه کانونی قدرت رو که همه کار است، یعنی ولایت فقیه مفهومن و مستاقن هم مفهوم و نظامش رو هم شخص خامنه ای رو هدف گرفتن و به هیچ وجه هم از رو اون تکون نمیخوره، یعنی هر خواسته دیگه ای هم دارن یک سرش به این نیست که مرگ بر خامنه جزء لاینفک شده. این کاملا یک گزار رو در اجتماع نشون میده که گروه های اجتماعی که به حاشیه رفتن در سیاست با هم دارن وارد عرصه سیاست. و یه اتفاق مای فلاحتی افتاده، اتفاقا من دقت میکردم به بخش اول برنامه شما راجع به کرونا که خب فاجعه شده در ایران، یعنی نظامی که یه مسئله یک معادله یه مجهولی رو نمیتونه حل کنه، یعنی همه دنیا همه متخصص از روز اول گفتن آقا این باید واکسنش ساخته شه تزریق بشه، 60-70% مردم اگر واکسینه بشن این پاندمی این شیوع میخوابه، همه هم رفتن دنباله. خب ببینید سر همین ماجرا چه کسافتکاری را انداختن، 6 تا 7 تا 10 تا 12 تا واکسن میگن میسازیم و شبکه فسادی که حکومت رو گرفته از زیر دماغ خود آقای خامنه‌ای شروع میشه تا اقصی نقاطش، چون ایشون اومد نشست که واکسن آمریکایی و انگلیسی نیارین، برای اینکه اون شبکه فساد برکت که زیر نظرشه میخواست پول کلونی بگیره و هنوزم ببینید چه فاجعه. و این وضعیت که الان در کشور حالا، یعنی نظامی که مشکلات یه معادله یه مجهولی رو نمیتونه حل کنه، چه برسه مشکلاتی که چندین معادله چند مجهوله، مثل مشکل آب کشور دست کم 4 تا 5 تا کار سراسری و بزرگ باید بشه، مشکل تورم 9 تا 10 تا کار رو اقتصاددان ها میگن با هم باید انجام شه، مشکل بیکاری، گرانی، رکود اقتصادی و خود فساد، خود پدیده فساد یک موضوع گسترده و پیچیده است. بنابراین به درستی مردم فهمیدن که نظام قادر به حل مشکلاتشون دیگه نیست، دیگه نمیتونه مشکلشون حل کنه. در واقع اگر بخوام به زبون ساده بگم، ما رسیدیم به یه مرحله‌ای در کشورمون که عامه مردم، اکثریت مطلق مردم برابر آمار درون حکومت دن که عدد بازی کردن اعلام کردن، اطلاعی که من دارم بالای 82% مردم در 28 خرداد 1400 رأی ندادند، پشت کردن به نظام و عامه مردم دیگه نمیخوان حکومت رو، دیگه نمیخوانش، یعنی هرچی هم میگه دیگه میدونن هم انجام نمیشه و بالایی ها یعنی حکومتی هم دیگه نمیتونن هیچ مشکل رو حل کنن. این برابر تعریف اگر منجر بشه به تغییر طبقه حاکمه، خیلی ساده از نظر من خیلی جامعه شناسا این تعریف رو قبول دارن، اسمش انقلابه. ما یعنی وارد یه فازی شده کشورمون
دیگه بچه‌ای داره به دنیا میاد. حالا همه هنر بعد این باشه این بچه با حداقل خونریزی، با حداکثر سلامت به دنیا بیاد، مادرش هم سر زانره، مادر میهن صدمه نخوره. حالا ببینید، بیایم حالا ببینیم راهکاری که مردم انتخاب کردن. آی سازگار، معذرت میخوام. ببینید تا اینجا رو یه جنبندی کوچیکی بکنیم. آنچه که فرمودین درباره این که خب مردم اکثریتشون نمیخوان و فرمودین که حکومت هم نمیتواند، در واقع این دو شرط اساسی هر دگرگونی بنیادین سیاسی اجتماعی در هر کشوری، ولی همچنان میتواند حکومت. آقای سازگار عزیز، از این نظر عرض میکنم، درسته که در آغاز مشاهده این غلیان انقلابی در ایران همه هستن، یعنی مردم نمیخوان، ولی اولا همه مردم نمیریزن تو خیابون و مطالباتشون رو صریح مطرح نمیکنن، و دوم اینکه حکومت هم همچنان از طریق ابزار سرکوب هنوز میتونه، چون اینا هستن. سوال مشخص من، میخواستم از همینجا بریم به مرحله بعد، که سوال مشخص من این است که در خلاصه مطلب، اگر که اعتراضات خیابونی اگر حتی همینجوری پیش بره و سراسری بشه، آیا خودش کافی است برای اینکه تغییر ریشه‌ای به وجود بیاره در کشور؟ یعنی حکومت رو پس بزنه، حکومت ناتوان رو کنار بزنه؟ آیا چنین چیزی ممکنه؟ یعنی تظاهرات سراسری آیا کافی است برای سرنگون کردن یک حکومت، با تجربه های جهانی که دیدیم و در ایران هم همینطور خوب داریم میبینیم دیگه؟ نه اصلا. من قاطعیت عرض میکنم، هیچ جنبش مقاومت مدنی تنها با اعتراضات با حالا خیابانی یا انواع دیگر اعتراضات به پیروزی نرسیده. در ایران خودمون مثال هایی داریم. جنبش سبز حالا ضعف رهبری داشت، به درستی شما انگوش گذاشتید، ولی فقط یه تاکتیک رو تمرین میکرد، اونم اعتراض خیابانی بود. به همین اخیراً شما به ونزوئلا نگاه کنید، آقای خوان گایدو و دوستانشون تو سطح اعتراضات خیابانی ماندن، یا در بلاروس دیگه آخرین مثال. نه، تنها با اعتراضات خیابانی ولو به سطح میلیونی ارتقا پیدا کنه نظام ها سرنگون نمیشن. سه تا ستون داره مقاومت مدنی، این سه تا ستون باید با همدیگه حرکت کنه. اعتراضات از چشم پرپرنترین و مهمتریناش اعتراض خیابانیه، ولی روش های دیگه هم داره، مثل تظاهرات برق‌آسا، مثل بلندگو پخش کردن، ده ها روش، شمع روشن کردن، پشت به نماز جمعه نشستن در تجمع مثلا نماز جمعه با اون شعار درخشان کشاورزای اصفهانی پشت به دشمن رو به میهن و امثال هم روش های گوناگون داره. بسته به اقتضا این روش ها رو فعالین به کار میگرد. ستون دوم که به اندازه ستون اول اهمیت داره، ستون های عدم همکاریه و که معروف ترینش اعتصابات. یعنی با این ستون دومه که حکومت فلج میشه، حکومت ناپذیر میشن مردم. این ستون دومی باز روش های گوناگون داره، مثل بایکوت کردن ها. بایکوت که مردم در انتخابات کردن همین اخیر، نافرمانی مدنی که مردم مثلا در ماهواره انجام دادن، موفق هم شدن، حکومت عقب نشست، یا زنها 40 سال در تحمیل حجاب اجباری و ایستادن جلوی حکومت و انواع نافرمانی. اخیراً گزارش هایی از بیش از 100 و چند شهر در اون حکومت هست که مردم قبض برق و انرژی و گاز و اینها رو نمیدن و ماموری هم که میره بهش میگن بذار برو، مامورم میذاره میره چون نمیخواد درگیر شه با مردم. این ستون دوم باز روش های مختلف داره، ولی اعتصاباتی که نهایتاً حکومت رو فلج میکنه، اونم اعتصابات دست کم در دو بخش هست که وقت همگانی بشه تمام مملکت ازش متاثر میشه، بخش انرژی مثل نفت، گاز، برق، بخش حمل و نقل. این دو جا همه رو متاثر میکنه. البته همین الان که صحبت میکنیم از 84,000 واحد صنعتی کشور به طور متوسط روزانه
به طور متوسط ما 1000 نقطه، 1000 کارگاه، کارخونه، کارگری داریم که اعتصاب هست، برای اینکه چرخشون نمیچرخه، گرفتارن یا خواسته های بزرگ دارن. ستون سوم که به اندازه هر همین دو ستون اهمیت داره، ریزش از حکومته، ریزش ستونهای نگه دارنده حکومته، چون هر حکومتی روی یک ستونهای نگه دارنده ایستاده، مثل ستون اداری، مالی، تبلیغاتی، فرهنگی، دینی مثلا در مورد حکومت ایران، و ستون امنیتی و سرکوبش. جمهوری اسلامی در مقطعی که داریم صحبت میکنیم، از نظر من ستونهای نگه دارندش مدت هاست در اقیانوس مردم حل شده، یعنی دیگه باوری بهش ستوناش ندارن، الا دو ستونش هنوز براش داره کار میکنه. یکی ستون تبلیغاتیشه، پروپاگانداشه، که درست رادیو تلویزیونش بی آبروی گوش نمی کنن، ولی مثلا تو شبکه های اجتماعی ارتش سایبری فعالیت داره و براش کار میکنه، ولی از نفس خیلی افتاده. اما ستون سرکوبش رو به درستی میگید، این حکومت روی الان بیش از همه رو ستون سرکوبش ایستاده، اطلاعاتش و سیستم، بله بله، ستون سرکوبش متشکل بله. از نزدیک 170-180 هزار اطلاعاتی که بزرگتریناش اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعاتن، با 15 تا سازمان دیگه که اون دفتر حفاظت کل اطلاعات بیت هم اینا رو مثلا با هم هماهنگ، و بعدم یک لشکر از سپاه و بسیج و نمیدونم یگانه ویژه نیروی انتظامی و غیره و غیره. اما آقای فلاحی، به همین دلیلم مبارزین، فعالینی که در ایران هستن، فعالین میدانی، به درستی هدف گرفتن به موازات اعتراض خیابانی که الان به شکل برق‌آسا و سریع میکنن، درس گرفتن از سرکوبا و آدمکشی‌های حکومت، نمیذارن برسه به اونجا که اصلاحی بکشن بکشنشون، و به موازات اعتصابات که واقعا درود به بچه های بخش نفت که بیشتر 100 هزار کارگر رو بیشتر از یه ماه خوردهش رو اعتصاب نگه داشتن و در به در حکومت دنبال سازمانده ها و فعالیتش میگرده. این بچه هم درس گرفتن از این که امثال اسماعیل بخشی و عظیم زاده و اینا رو وقتی حکومت میشناسه میگیره، سرکوب میکنه، زندان میکنه. بنابراین چهره های جنبش کارگری سر جاش، محترم، و سمبول های جنبش کارگری، ولی همونطور که شما هم گفتید، غیر از سازماندهی های علنی تجمعات، اون فعالین به خوبی تونستن اصول مخفی کاری رو رعایت کنن و اعتصاب رو زنده نگه دارن. ولی به موازات این دو ستون، ستون سوم هم در دستور مبارزه این قرار داره. الان که صحبت میکنیم، ببینید تو همین اعتراضات اخیر که نقطه عطفش از خوزستان، یعنی از بعد از انتخابات شروع شد و از خوزستان در واقع جرقه زده شد، همه کشور یه دور انجام دادن، مجموعاً بیش از 500 شهر کشور به نوعی توش اعتراض اتفاق افتاد. گستره جغرافیایی رو میخوام عرض کنم، اتفاقاً این بار بیشتر از اطراف به مرکز رسید، ضمن که تهران و شهرک اطرافش و کرج هم درگیر بودن، شهرهای بزرگی مثل مشهد و اصفهان هم به میدون اومدن. ولی به موازات این، در دست کم بیش از 170-180 مورد، من اینایی که میگم به کمک روزنامه نگارانی جمع‌آوری شده که واقعا به دقت دارن این حوادث در ایران ضبط میکنن، از همه جای شبکه‌ای که بچه‌های روزنامه نگار دارن، موارد داشتیم که با بسیجی‌ها درگیر شدن. الان یکی از دستورالعمل‌های بسیار خوبی که این شبکه‌های محله‌ای دارن میکنن، بایکوت بسیجی‌ها. بسیج رو حکومت درست کرده برای اینکه توی هر محله باشن، بس مردم شاخشونه بکشن، مردم بترسن، ضمن اینکه هر پایگاه بسیج هم 8 تا مخبر و جاسوس هم توش هست. اما به همین دلیل هم دم چک مردم هم فشار روانی روشون آوردن. کاسب محل بهشون جنس نمیفروشه، مورد داشتیم مثلا در نازی‌آباد این اتفاق افتاده، بعد بسیجی گردن کلفتی که کرده نیروی انتظامی آورده، مردم پشت کاسب در اومدن اونو گشتن فرار کردن، یا اینقدر فشار روانی آوردن بعضی خانواده ها که بچهشون داوطلب بسیجی بوده، نه کادر بسیجی که پول بگیره، بهش گفتن دیگه نرو مثلا و من کردن. یا همین انتخابات اخیر 300 نقطه وزارت اطلاعات برنامه ریخته بود تو محله ها تریبون آزاد بذاره، یه خود شور ایجاد کنه، بلکه چون دانشگاه هم تعطیل بود قبلا اینو به دانشگاه ها میکردن،
و در تمام موارد دیده شد. مردم رفتن تا خود رهبری رو شستن گذاشتن کنار. قرار بود مثلا بسیجی محل یا حتی آدم که از اطلاعات یواشکی میفرستادن برن جوری جواب بدن، یک مورد نرفتن بکنن. بله، من نمیدونم اون تریبون آزادی که گذاشتن، البته در فضای مجازی خیلی وسیع پخش شد، نمیدونم خود صدا و سیماشون پخش کرد یا نکرد. نه، جرئت نکردن خیلی جاش آقای فلاحتی، برای اینکه من یکی از دوستانم اتفاقا اینو از نزدیک تو ایران دنبال میکرد، میگفت من چون دستش هم میرسید میگفت تو جلسه بعدش رفتم یه آخوندی اومده بود که آقا چی شد چرا نمیریم دفاع کنیم. خب یکی از همین بچه‌ها برگشت گفت حاج آقا حرف حساب که جواب نداره که، ما بریم چی بگیم. یا یکی دیگه دوستای من تو وسط شهر زندگی میکنه دور بر سرخاندان، میگفت اصلا اونم میرفت نگاه میکرد فقط گزارش در میورد، میگفت یه جاهایی هم جرأت نمیکردن. بله. برن حرف بزنن. بنابراین آره دیگه، این ببینید این ماشین سرکوب آقای خامنه‌ای فکر میکنه. یه بار به هاشمی گفته بود که هاشمی سالها قبل من از هاشمی شنیدم، گفته بود که هاشمی بهش گفته آخه این راهی که شما میری باید سرکوب کنی، گفته بود آره ولی سرکوب جواب میده. او تصور میکنه ماشین سرکوبش تا قیامت براش آدم میکشه. این رو نمیفهمه که اولا مبارزین هم برنامه دارن برای ستون سوم و این ریزش از حکومت هر وقت به ماشین سرکوبش برسه کار حکومت تمومه. ثانیاً این ماشین سرکوب تو همین آبان 98 که به گفته رویترز 1500 نفر، به آمار پزشکی قانونی 2236 نفر اینا ظرف 3 روز تو خیابونا کشتن، منطقه عدداشو اعلام نمی کنن. همون موقع بیشتر از 120 چند نفر از کادر سپاه، بسیج و نیروی انتظامی تمرد کردن، ناچار شدن به دست قاسم سلیمانی قاتل برن هشت و شبی بردارن بیاد. و الان هم در خوزستان 500 تا هشت و شبی یواشکی آوردن برای که بچه های بسیجی و محله نمیتونن روشون حساب. ببینین آقای سازگار، 5 دقیقه بیشتر وقت نداریم تا پایان برنامه، من عرض کنم خدمتتون، خب حرف هم حرف حسابم زیاد. ببینید یکی از نکاتی که شما چون به مخصوصا حرکت‌های کارگری اشاره کردین، خواهش می‌کنم یه خود فشرده‌تر و مشخص‌تر پاسخ بفرمایید که من دو تا سوال بتونم ازتون بکنم. یکیش این است که ببینین طبق آماری که خودشون میدن 96% کارگرا قرارداد موقتن و این فقط کارگرا نیستن، میدونید توی معلم‌ها همیشه جنگ و دعوا بوده سر همین ماجرای قرارداد موقتی و رسمی نکردن و اینها. خب وقتی که اینجوریه، آیا اصلا شکل گیری، فرض کنیم ما لایه لایه میخوام بگم، آیا شکل گیری حرکت‌های منسجم کارگری در چنین شرایطی امکان پذیر هست که تداوم پیدا بکنه؟ بله، امکان پذیره. درست به همین دلیلی که همین کارگرای پیمانی الان تشکل دادن به خودشون. خب چقدر میتونه ادامه پیدا کنه؟ میدونین وقتی قرارداد سپاه هست، دیگه منی که تو این مجمع عمومی دارم شرکت میکنم و صبح رفتم کارت زدم و اومدم اعتصاب کردم، دیگه کارت نمیتونم بزنم مثلا، من دیگه کارگر نیستم. من جز رفتم جز ارتش بیکارو. آقای فلاحتی ببینید، حکومتم که نمیتونه صبح 100,000 کارگر رو بگه برین جوشکار متخصص هست، راننده بلدوزر متخصص هست، تخصصهای مهم، از آسمون که نمیتونه آدم بیاره جایی اینا بذاره. اتفاقا در پالایشگاه تهران سعی کردن 700 نفر رو گفتن دیگه قراردادتون تمدید میکنم، بعد پیش موندن چون که آدم ندارن جاش بذارن. ضمن این که یعنی اینطور هم دست حکومت باز نیست، فکر کنید که همه رو بیرون میکنی یا دیگر برم داری میاره سر سما. بنابراین کارش لنگ میمونه. خب البته اینو عرض کنم، توی اعتصاب نفت یه اتفاقی که این فعالین روش حساب کرده بودن، کارگرای رسمی بودن که قرار بود بپیوندن از 89 تیر ما، اونجا الان کشفکت رسمی ها اگر اضافه بشن وقت کارو میخوابونن زمین، ولی فعلا داره ادامه پیدا میکنه. حالا دیگه وارد ریزش نمیتونیم. ببینید یک سوال اون وقت کلیدی که در واقع شاید مفهوم جنبندی هم داشته باشه این است که آیا حرکت های اعتراضی مردم با اون سه شرطی که شما فرمودین به نام تجربه جهانی در همین دهه های اخیر هم ثابت شده است، یعنی حرکت اعتراضی خیابانی، اعتصاب ها و ریزش از بدنه حکومت، این سه شرطی که باید داشته باشه تا بتونه وضع موجود رو به طور ریشه‌ای تغییر بده، آیا شرایط کنونی اعتراض های خیابانی چون این ظرفیتی رو داره که در واقع اون دوتا رو سبب ساز به وجود آمدن اون دو شرط دیگه بشه؟
به تنهایی نه، به تنهایی اعتراضات خیابونی الان کاری که فعالین میکنن آتیشو دارن گله گله روشن میکنن تا بزرگتر بشه و مبارزه یه خود پا بخوره. به تنهایی این اعتراضات نمیتونه بخش عدم همکاری ها و اعتصابات و ریزش از حکومت رو شکل بده، ولی زمینه ساز خیلی مهم میشه. و همینجا آقای فلاحتی اون سوال کلیدی شما رو هم من در همین فرصت عرض کنم، چون خیلی یه دقیقه میگن بله میگن رهبری آی رهبر. نه ببینید، اولا جنبش ها الزاماً یه رهبر و یه رهبر کاریزماتیک و اینا نداره. جنبش های بزرگی داشتیم که مثلا ائتلافی از سه گروه اجتماعی اومدن در رهبریش قرار گرفتن، مثل شیلی فرض کنید، یا یه جنبش دانشجویی اومده 17 تا حزب و کمک کرد متحد بشن در صربستان یا هر جایی به شکلی، یا حتی در دانمارک علیه فاشیست‌ها اصلا مخفی بود. این رهبری در جریان عمل شکل میگیره، رهبر خودخوانده نداریم یکی بشینه فکر کنه بله من الان گاندی شدم. نه، این اتفاقا من عرض کنم از بچه‌هایی که در محله ها گروه های مقاومت منطقه‌ای و محله‌ای درست کردن، من با نمیگم با همشون ارتباط دارم، با دو سه تاشون برخورد کردم، چقدر دانان، چقدر بچه های فهمیده هم. این در یه پروسه مبارزتی داره شکل میگیره و تأثیر خودش هم میذاره. شما از نقش رسانه، نقش جدا میگم، نمیخوام هندونه زیادی زیر بغلتون بگذارم، ولی واقعا نقش رسانه های جمعی مثل تلویزیون و رسانه های اجتماعی مثل شبکه های اجتماعی غافل نشید، 40% 50% میتونه مسیر رو تسهیل بکنه. بسیار بسیار سپاسگزارم آقای محسن سازگارا که در خدمتتون بودیم. ممنون از شما. خیلی حرف باید بزنیم ولی چاره نداریم، شما منو کچل میکنین اگر پرده آخر رو نریم. بریم پرده آخر. ولو با عقل جور در نیاد انکار نکن، بگو من نمیفهمم، عقل من درکش نمیکنه. ضعف فی بقعت الامکان. اهل البیت در بحث ترسندن از انکار فرمودن هر حدیثی ولو سندش هم ضعیف باشه، ولو مطلبش هم غیر قابل درک شما باشه، نفهمیدید مبادا انکار کنید، شاید ما گفته باشیم با انکارتون کافر بشید. بگین ما نمیفهمیم، علمشو واگذار میکنیم به خود اهل البیت، او که یه حرف زده خودش میدونه چی گفته. Ha 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 ha!